سلام و درود، یوسف هستم با یه آموزش دیگه خدمت شما. برای خیلی از آرایشگرها سواله که آقا اسکین فید، های فید، لو فید، میدل فید، اینا هر کدوم باید از کجای سر شروع بشن و کجای سر باید تموم بشن و چه جوریه، جریانش چیه؟ اول از هر چیز بهتون بگم برای اینکه ما بدونیم هر کدوم از این فیدا کجای سر باید باشن و از کجای سر شروع بشن و در کجای سر تموم بشن، باید جایگاه‌های بغل سر رو بشناسیم. دوستان، جایگاه‌هایی که با شونه ماشینت لاین میندازی روی سر رو نمیگم. جایگاه‌هایی رو میگم که وقتی شما یه فید رو میبینید یا یه فید رو میزنید، از روی جایگاه‌هایی که حالا براتون مشخص میکنم متوجه میشید که این فید از کجا شروع شده، تا کجا ادامه داشته و کجا تموم شده، و متوجه بشید اسم این فید چیه. بریم سراغ شکل بغل سر که داخل این تصویر میبینید. به این قسمت بغل سر و این خط شقیقه توجه کنید. در این قسمت شقیقه یه نقطه آنکاد داریم که از این سوراخ گوش، از این سوراخ گوشمون حساب میشه، از اینجا، و ما خط آنکارد رو اینجا میندازیم، درسته؟ دقیقا اینجا. و به اینجای شقیقه توجه کنید، گرده، میبینید؟ و اینجا گوشه داره و بعد از این گوشه میره بالا و میرسه به انتهای بغل سر. ما برای اینکه جایگاه‌ها رو بشناسیم از خط جلوی شقیقه کمک می‌گیریم که این جایگاه‌ها رو گم نکنیم، یعنی این شکل خط شقیقه به ما کمک می‌کنه که ما جایگاه‌ها رو بدونیم. و خوشبختانه همه انسان‌ها این خط بغل شقیقه رو دارن. این خط رو می‌بینید؟ این خط رو همه انسان ها دارن. حالا اولین خط فرضی ما از کجا شروع میشه؟ دقیقا اینجا، نقطه آنکار روبروی سوراخ گوش شروع میشه و میره عقب و بهش میگیم چی؟ جایگاه اول، شماره یک. با شماره یک مشخصش میکنیم. جایگاه اولمون اینجا میشه و جایگاهمونو با این خط فرضی مشخص میکنیم. و دومین خط فرضی ما کجا میشه؟ دور گوش میشه، دقیقا اینجا. بچه دور گوش اینجا رو نمیگم، بالای گوش، نه، جایی که خط آنکاد رو میگیریم. خط آنکاد رو دور گوش رو که میگیریم اینجاست، اینجا نمیشه، دقیقا از اینجا رد میشه. و ما با شماره دو مشخصش میکنیم، با شماره دو مشخص میکنیم. این خط میشه خط فرضی جایگاه دوم ما. حالا جایگاه سوم ما کجا میشه؟ دوستان اینجای شقیقه رو ببینید، این گردالی رو ببینید، دقیقا وسط این گردالی، اینجای گردالی یه هشتیه، یه شکستگیه، درسته؟ اینجا، اینجا نمیشه، دقیقا اینجا میشه وسط، یعنی ما بین جایگاه دوم و سوم اینجا میشه و تقریبا از بالای گوش رد میشه، میرسه به عقب، جایگاه سوم ما اینجا میشه. حالا جایگاه چهارم ما کجا میشه؟ دوستان به این شکستگی خط شقیقه توجه کنید. اینجا این نوک، این نقطه تو این تصویر اینجا میشه، تو این تصویر ببینید اینجا میشه، این هشتی یا شکستگی، خود شکستگی، نوکش. خط فرضی چهارم ما از اینجا شروع میشه و میشه جایگاه چهارم ما. و جایگاه پنجم ما
میشه دقیقاً جایی که بغل از بالای سر جدا میشه. ببینید اینجا میشه. دقیقاً اینجا میشه جایگاه پنجم ما. ما در بغل سر 5 تا جایگاه داریم. جایگاه 1، 2، 3، 4، 5. این خطا فرضیه که باید داخل ذهن ما باشه و نسبت به مدل فیدی که میخواید بزنید، نقطه شروع و پایانتون باید روی این خطای فرضی باشه. توجه کنید لاین هایی که با شونه ماشین میندازین روی سر رو نمیگم، اونا میتونه وسط این خطای فرضی باشه. من دارم میگم نقطه شروع شما که فید رو میخواید بزنید و نقطه پایانتون، جایی که فید تموم میشه، نسبت به اون مدل فیدی که میخواید بزنید، از یه جایی از این خطا شروع میشه و یه جایی از این خطا تموم میشه. این خطای فرضی یادتون باشه که من در پارت بعدی به شما آموزش میدم که هر مدل فیدی از کدوم خط فرضی شروع میشه و تا کدوم خط فرضی تموم میشه، که شما وقتی یه فید رو میبینید یا یه فید رو انجام میدید، از نقطه شروعش و از نقطه پایانش متوجه میشید که این چه فیدیه. مرسی که تا پایان پارت اول همراه من بودید. لطفاً اگر هنوز مشترک کانال نشدی، اون دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزن، زنگوله کنارش هم بزن که به محض اینکه ویدیو جدید گذاشتم برات بالا بیاد و شما باخبر بشید. تا درودی دیگر، بدرود.